راجب زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید. منظورتون شرح حال دیگه؟ شرح حال، بله. والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه. چطور؟ شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، تو یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا یادی شعر بلی گفت مادرش روزی افتادم، تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی، صحیح، عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم. شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی. من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. بله. چون درستم همینه، شعر نو کهنه نداره. اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه. صحیح. و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است. بله. در نتیجه این بیان همون هنر میشه، در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده، دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن. طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده به نظر من تمام مفاهیمم زائیده شرایط محیط هستن، در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شدن. من یه مثال ساده براتون میگم. بله. مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم، مثلا پرسوناج مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسوناج خیلی مسخره‌ایه. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواست همطور مرتب خودشو آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنی وقتی که لیلیای دوره ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس مرتب جریمه‌شون میکنه، اما همچین مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن. در حالی که این مجنونا شما نگاه میکنید که هنوزه توی ادبیات ما، که البته ما اسمون ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونه یک ادعای مطرحه، هنوز که هنوز زیر همون درخت بید نشستن و دارن با کلاغا و آهوا مثلا درد دل میکنن از این حرفا. به هر حال شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میون اونا خودشو جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه. اشاره‌ای هم میتونید بفرمایید راجع به نقاط ضعف و نکات مثبت؟ اول از به اصطلاح جنبه‌های ضعیف شعرمون شروع می‌کنم. من فکر میکنم که
به هر حال این چیزی که امروز به اسم شعر برای ما وجود داره و ما سعی میکنیم که اون شعر رو دنبال بکنیم، به هر حال بهتر از اون چیزاییست که وجود داره و بازم اسمش شعر میذارن، در حال که مطلقا ارتباطی به محیط ما نداره. بله. ولی همین شعر خب به هر حال چون به علت این که یک چیز زنده است، طبیعی است که مقدار عیبا و نقایصی هم داره. من فکر میکنم عیب بزرگه، نمیخوام بگم شعر، اصولا هر کار هنری و این که اصلا چرا اینجور کار رو رشد پیدا نمی کنن و به حد عالی نمی رسن، وجود نداشتن محیطه. اینجا هنر بیشتر حالت تفنن داره، چه از جهت خواننده چه از جهت سازنده. من هیچ وقت ندیدم که یک خواننده شعر این کنجکاوی رو نسبت به یک شعر داشته باشه که نگاه کنه ببینی که این شعر از آزه بسیار فرمی کار چه ارزشی داره، محتویش حاویه چه پیامیه چه حرفیه. بلکه مثلا میرن دنبال یک مش کنجکاوی های خیلی معمولی و بچگونی که اصلا ارتباطی به این کارا نداره، چون محیط نیست، جریان وجود نداره، طبیعتا آدم ها توی خودشون فرو میرن و به خودشون پناه میرن، اگر که قدرت کافی نداشته باشن از بین میرن، و اگر هم داشته باشن شعرشون یک شعر مجرد و تنهایی میشه، بیجون میشه. این یکی از علتهای خیلی بزرگ این راکت موندن و روش نکردن شعره. دیگه این که به صلاح اون طرز تلقی بعضی از این آدم هایی که توی کار شعر هستن، البته من 5-6 مورد استثنا میکنم و به اونا واقعا معتقدم، طرز تلقی اینا از مفهوم شعر امروز است و از زندگی امروز. اینا اینا همین حالت ما توی نقاشی میبینیم. مثلا یک نقاش وقتی که میخواد محیط زندگی امروز ما رو توی نقاشیش بیاره، پناه میبره به موش، مثلا دست بریده، نمیدونم خط کوفی، از اینجور چیزا که اینا بیشتر دکوراسیون هستن و اصلا ارتباطی واقعا به روحیه یک آدم امروزی ندارن. اینا سرگرمی. همینطور تو شعر، من حتی تو شعر مثلا حتی دیدم که اسم نون تافتون و از اینجور چیزا رو هم آوردن، ولی این یک چیز سطحیه، یک تصویره. اصلا کار هنر تصویر سازی نیست، کار هنر بیان وجود یک آدم، دنیای حسی یک آدم به وسیله یک مش تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانش وجود دارن و اون تصاویر قابل لمس هستن و چون میرن دنبال این چیزا، اینه که شعر اغلب سطحی و بچگونه میشه، چیزایی از این قبیل دیگه. ولی راجب نقاط به سر نکته های مثبتش خواستیم که براتون توضیح بدم. من فکر میکنم که در دوره ما، شعر دوره ما، این شعری که بسیار در ظرف این 10 سال شروع شده و شاید پیشتر چون شروع کننده این شعر نیما بود و به هر حال اون موفق ترین شاعر بود در این زمینه، یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعا ارزش داره اینه که به بسیار جوهر شعری نزدیک شده، خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت. دیگه شعر کارش نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه، به حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده و اصالت کلیگویی در اومده، اصالت اینکه هر بیتی شامل یک معنی باشه و در نتیجه نه هیچ حالتی رو در شعرمون توسعه بدیم و کاملا روشن کنیم و نه اینکه این حالت برای خواننده به وجود بیاریم که به یک حالتی 100% آشنا بشه. از این حالت کلیگویی در اومده و به زندگی، به آدم، به مسائل انسانی نزدیک شده، به مسائلی که واقعا ریشه هنر توی ایناست و هنر خونش رو از اینجور چیزا میگیره، به این مسئله نزدیک شده و امیدواریم که بیشتر از این نزدیک بشه. خب شما فقط راجع به اون فرم شعری صحبت کردید که اسمش رو گذاشتیم شعر امروز. نه این من فکر میکنم شعر امروز، ما به این علت میگیم که خب چون ما در امروز داریم زندگی میکنیم، به حال از شعر بودنه. متوجه هستیم؟ به حال این ایرادات شما به طور کلی مربوط به اون نوع شعری که هنوز ادامه سبکای قدیم شعر فارسی هستم بود یا خیر؟ من فکر میکنم این دو شعری که مثلا پر از آه و ناله است، پر از شمع، پر از نمیدونم ستاره است، پر از خیمه است، پر از کاروانه، البته گفتم اینا باز اگر با یک دید امروزی این کلمات توی شعر آورده باشن هیچ اشکالی ندارن. مسئله که مطرح اینه که از کجا دنیا اصلا دنیای این جور آدما یک دنیای به کلی از بین رفته و متروکه و ارتباطی به ما نداره، وگرنه کلمات اینقدر مهم نیستن. من این شعر رو فکر میکنم شعر تصور نه اون چیزی که شعر رو میسازه من فکر میکنم محتویه. ما
مثلا بیایم توی قالب غزل، اگر که یک آدمی که صاحب یک دید امروزی، یعنی یک آدم صمیمی یا آدمی است که یه مقدار حساسیت نسبت به محیط زندگی خودش داره، نمیخواد به خودش دروغ بگه فقط به خاطر اینکه مثلا مدال شاعر بودن رو به سینش بزنه، میخواد که واقعا بسازه، خلق بکنه. در قالب غزل میشه مسائلی اوورد، همین مسائل امروزی رو مطرح کرد از به اصطلاح زاویه دید یک آدم امروزی و یک شعر بسیار زیبا ساخت، چون این چیزی که در شعر مطرح فرم و قالبش نیست، محتویشه. و اگر محتوی یک شعر محتوی باشه که من در دوره خودم با اون محتوی احساس بکنم که ارتباط میتونم داشته باشم، بنابراین 100% شعر. یکی از خصوصیات شعر شما تصور میکنم زنونه بودن نشه. مازم نظر خودتون راجع به این بپرسم. والا اگر که شعر من همونطور که شما گفتین به اصطلاح یه مقدار حالت زنونه داره، این خب خیلی طبیعیه که به علت زن بودنم، چون من خوشبختانه یه زنم. ولی اگر که به اصطلاح پای سنجش ارزش‌های هنری پیش بیاد، من فکر می‌کنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیستش، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم خودشو از جنبه های مثبت وجود خودش، این جنبه ها رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارزش‌های انسانی برسه. اصل کار آدم هست، اصلا زن و مرد مطرح نیست. اگر که یک شعر بتونه خودشو به اینجا برسونه، دیگه مربوط اصلا به سازندش نمیشه، یک چیزی مربوط به دنیای شعر و ارزش خودشو داره. بله. همون ارزشی رو داره که مثلا ممکنه یه مرد شاعر خیلی عالی هم مثلا به اونجا رسیده باشه. به هر حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم، اگر که همچین حالت میاد توش خیلی ناآگاهانه.